کاردانو یا همون اتریوم ژاپنی. تصور کن یه اجدایی که داره دم خودشو میخوره. این علامت باستانی اوروبوروسه. دارم راجع به نسل سوم بلاکچین صحبت میکنم. ارز دیجیتال آدا از بنیاد کاردانو. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، همین الان این کار رو انجام بده. بریم سراغ ارز محبوب آدا. دوستان، در سال 2014 هاسکینسون یکی از 8 نفر اصلی اتریوم از این تیم جدا شد و گفت یه سری ضعف‌ها و کاسی‌ها توی بیتکوین و اتریوم می‌بینم که می‌خوام برم رفعشون کنم. نسل اول بلاکچین بیتکوین رو بررسی کرد، نسل دوم بلاکچین اتریوم رو هم بررسی کرد و در سال 2017 نسل سوم رو ارائه داد و ارز دیجیتال آدا رو راه اندازی کرد. چون یه سری از سرمایه گذاران این پروژه ژاپنی بودن، به این ارز دیجیتال اتریوم ژاپنی هم میگن. خب حالا اتریوم قراره چیکار بکنه؟ 3 تا کار عمده. اول اینکه میتونی پولت رو به این ارز تبدیل و انتقال بدی. خب این کار رو همه ارزا قبلا انجام میدادن. دوم اینکه قرارداد هوشمند میشه روش اجرا کرد. خب این هم که اتریوم داشت انجام میداد. سومین مورد اینکه اپلیکیشنی میشه روش سوار کرد که دیگه هیچ کسی حق نداشته باشه دیتایی رو از روش حذف کنه. تا اینجا که شد همه شبیه اتریوم و بیتکوین، پس مزیتش چیه؟ ببینید، سرعت و مقیاس پذیری یکی از برترین مزیت‌های رقابتی این ارز دیجیتاله. حالا چجوری سرعت رو برد بالا؟ یک بازه زمانی رو در نظر داشته باشید. برفرض بلاک‌ها تو اون بازه زمانی دارن تشکیل میشن. حالا این بازه زمانی رو کوچیک‌تر می‌کنه، تقسیم می‌کنه به بازه زمانی کوچیک‌تر و برای اونها شبکه ولیدیتور تعیین می‌کنه. اینطوری هم امنیت رو میبره بالا، هم سرعت رو میبره بالا، هم مشکل مقیاس پذیری رو برطرف میکنه. تراکنش ها در این شبکه در 2 لایه انجام میشه. لایه اول که محاسبات رو انجام میده و فرستاده میشه به لایه دوم که ولیدیتور ها هستن و تایید نهایی رو اونا انجام میدن. حالا با استفاده از یک سیستم بسیار بسیار جذاب به اسم رینا، سرعت رو تو این سیستم بالا برده و سیستم رو اونقدر توانمند کرده که شما در کسری از ثانیه هزاران تراکنش میتونید انجام بدید. اگه میخوای این ارز رو روی کیف پولت نگهداری کنی، به خاطر اینکه بلاکچینش پیچیدگی زیادی داره، هر کیف پول اینو ساپورت نمیکنه. کیف پولایی که میتونید کاردانو یا بهتر بگم آدا کوین خودتون رو نگهداری، ترزور، لجر، اتمیک و چند تا کیف پول دیگه که معروف ترینشون اینا بودن. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، رتبه 3 ارزهای دیجیتال رو در اختیار داره و نکته خیلی خیلی جالبتر این که مارکت کپ یا ارزش بازار اون 242,000,000,000 تومنه و این نشون میده که چقدر از مقبولیت بالایی توی دنیا برخورداره. و نکته خیلی مهمی این که با گسترش ارزهای دیجیتال، راه‌های کلاهبرداری هم بسیار زیاد شده و بعضن میبینیم که با معرفی شیت کوین ها، خیلی از شیت کوین ها و سیگنال هایی که دارن میدن با وعده سود بالا، باعث میشه که سرمایه شما نابود بشه. پس خواهش میکنم قبل از اینکه ارز دیجیتالی رو بخواید بگیرید و رو اون سرمایه گذاری کنید، حتما در موردش بررسی دقیق رو انجام بدید و پولاتون رو روی ارزهای قوی و با پشتوانه سرمایه گذاری کنید. مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. به امید دیدار.